سلام برنامه تحول ما محمد نصیر فیاض به اتفاق همکارم میزبانی برنامه هستم. نشست ناتو در بروکسل دو پیام جدی و قسما تکرار بر افغانستان داشت، ادامه کمک مالی به قوای امنیتی افغانستان و حضور امنیتی آمریکا با حکومت ضمن مشکلات تامین بودجه مالی یا کمک‌های مالی. حالا در این وسط یک کشور دیگه عضو ناتو هم میخواهد پای دخیل کنه و نقش برجسته‌تر را بعد از خروج به دوش بگیره. ترکیه یگانه کشور مسلمان عضو ناتو و دارای رابطه خوب با پاکستان، اما چالش های هم در ارتباط به حضور کشور یا نقش کشور در افغانستان است. تفویض مسئولیت امنیتی میدان هوایی کابل و احتمالاً مسئولیت کلانتر دیگه بعد از خروج در افغانستان به خاطر جلوگیری از به چالش کشیدن بحران امنیتی در این کشور. تا چی میزان فاکتورهای خوشبیناور نسبت به این نقش وجود داره؟ طالبا، هرچند منابع نزدیک با طالبا یا افراد نزدیک با طالبا گفتن که اگر ترکیه میخواهد نقش بازی بکنه خارج از دامنه ناتو یا زل ناتو میتونه این نقش بازی بکنه، اما هنوز هم چالش های در ارتباط به حضور وجود داره و طالبا گفته که ناتو، ترکیه هم مثل سایر اعضای ناتو از افغانستان بیرون شود. وضعیت بعد از خروج یک مقدار پرچالش و پرتوهم است. قبل از خروج تا به حال 22 ولسوالی سقوط کرده و این سلسله همچنان ادامه داره و چالش بسیار کلان امنیتی بر افغانستان از نظر روانی خلق شده. حکومت تا چی میزان میتونه جلو زیر بگیره و کنفرانس بروکسل یا تعهدات کشورهای عضو ناتو بر ادامه همکاری مالی تا چی میزان میتونه کمک دهنده حفظ و ثبات در افغانستان باشه تا سقوط تعویض وضعیت سقوط از ولسوالی ها به ولایت ها. موردی که میخوایم شب بحث بکنیم قبل از اینکه مهمانان رو معرفی بکنیم یک گزارش کوتاه مرتبط زود بگیریم. سران ناتو در بروکسل گرد هم آمدند تا در کنار چالش های جهانی روی صلح و جنگ در افغانستان نیز رایزنی کنند. دبیرکل ناتو هرچند ماموریت جنگی ناتو در افغانستان را تمام شده اعلام می کند، اما از پشتیبانی مالی و آموزش نیروهای امنیتی افغان در بیرون از افغانستان سخن می گوید. ما با پشتیبانی خود از نیروهای امنیتی افغانستان ادامه خواهیم داد. این کار را با حضور غیر نظامی خود انجام خواهیم داد. ما با کمک‌های مالی خود برای نیروهای امنیتی افغانستان ادامه خواهیم داد و این را تمام متحدان ما تعهد کرده‌اند. زلمه خلیلزاد، فرستاده ویژه آمریکا برای صلح افغانستان، نیز در سفری به قزاقستان القاعده و داعش را تهدید برای منطقه می‌گوید. آقای خلیلزاد میگوید که واشنگتن به گونه مشترک با مسکو روی پیشرفت گفتگوهای صلح افغانستان کار میکنند. طالب بر ضد داعش به عنوان یک دشمن میجنگد. دولت افغانستان در برابر داعش به عنوان یک تهدید میجنگد. اگر صلح باشد، طالب و دولت افغانستان در هماهنگی با همدیگر در برابر داعش به گونه مشترک بجنگند، افغانستان در یک موقف قوی در برابر تهدید داعش قرار خواهد گرفت. آقای خلیلزاد یک بار دیگر تاکید میکند که آمریکا افغانستان را ترک نخواهد کرد و همچنان به پشتیبانی اش از این کشور ادامه خواهد داد. ایالات متحده افغانستان را ترک نمیکند. ما سخت برای تامین صلح و ثبات در افغانستان کار میکنیم. با کمک های نظامی خود ادامه خواهیم داد. با کمک های اقتصادی و بشری خود نیز برای این کشور ادامه میدهیم. نماینده ویژه آمریکا برای صلح افغانستان با رئیس جمهور قزاقستان نیز دیدار کرده و روی نقش کشورهای منطقه در روند صلح افغانستان نیز گفتگو کرده است. برای بحث بیشتر با ما احمد ادریس رحمانی آقای رتبه‌المل از آمریکا، عبدالقیوم سجادی عضو مجلس نمایندگان از کابل، حامد علمی نویسنده و پژوهشگر از لندن و عزیز مارچ دیپلمات اسبق از لندن هم مهمان خوش آمدید. بگم بس را با آقای رحمانی میخوایم آغاز بکنیم. خوش آمدید آقای رحمانی. پرشن خواست سر و صدای قبلا بود یا شاید قبلا بود که آمریکا برگشت میکنه، اظهارات هم در قبال از این وجود داشت و پیوند حضور قدرتمند القاعده با طالبا یک نقطه یا فاکتوری بود که این برگشت یک مقدار در ذهنها جای داده بود. فکر میکنین که هنوز هم این چالش ها وجود داره یا این موضع‌گیری ها وجود داره از دید شما؟ با سلام به شما بیننده محترم، دوستایی که در بحث هستن و با عرض معذرت که من از یک جای غیر معمول صحبت میکنم. ببینین
چندین بار صحبت کردیم، از دریچه‌های مختلف گپ زدیم. واقعیت است اگر امریکایی ها قرار می بود در افغانستان منفعتشان به صفر می رسید و دیگر افغانستان برشان اهمیت نمی داشت، ضرورت نداشتن با طالبان دو سال سه سال صحبت بکنن. دلیلی که از آغاز چندین باری را ما شما صحبت کردیم، دلیلی که طالبان را برایشان صحبت می کنن و امرای طالبان به چانه زنی نشستن، دلیلش ادامه اهمیت افغانستان برای منافعشان است و حضورشان که می خواهند داشته باشند. آله هر از گاهی میگن میریم، باز میگن هستیم، باز میگن کمی میباشیم، باز میگن کمی میریم. اینا زیادتر میتودهای بسیار ویژه و بخصوص برای چانه‌زنی است تا طرف طالب ها و طرف دولت قانه بسازند در نهایت بنشینند و سر یک راهکار جدید و یک فصل سیاسی جدید در افغانستان کنار بیان. منتها مشکل از کجا آغاز میشه؟ که بحثی که شما مطرح کردین به خاطر ترکیه و روسیه بسیار دوچ سهم میگیره به این نکته است که طالب ها هر وقت که میخوان تا حد کنار بیان امرای امریکایی ها، هم چینی ها و هم روس ها به شدت از طریق پاکستان و از طریق مستقیم برشان به اصطلاح پیام میدن که شما باید این کار رو نکنین و طالب ها هنوز نتونستن تصمیم بگیرن که در بین یک معامله سیاسی امرای امریکایی ها و امرای چینی ها و روس ها کدام انتخاب بکنن. از او خود پیوسته ارتلاش هستن و هر باره که مسئله از این مبره که اگر افغانستان مکمل امریکایی ها رها بکنه، برگشت طالب ها یکی از سوال های اساسی را که بار میره ای است که طالب ها برای کشورها منعیسی یک دوست باقی خواهدن یا منعیسی یک تهدید. با محضی که ترکیه و امریکایی ها مطرح میکنند منعیسی یک آلترناتیو که خب حداقل حضورش در کابل یا میدان هوایی به خاطر حساسیت برانگیز میشه، نه به خاطر از اینکه پیمان ناتو است. دلیل اصلی چی است که ترکیه داره هر روز بیشتر و بیشتر امرای روس ها در صف جنگ مستقیم قرار میگیره. ما در مسئله ارمنستان دیدیم، در قره‌باغ، در سوریه دیدیم و تمام صحبت هایی که بین پوتین و اردوغان تمام رد و بدل میشه میشنویم. روس ها با رفتنشان و گرفتن کریمیا و داخل شدن در بحیره سیاه به اصطلاح در ساحه نفوذ سیاسی ترکیه داخل شدن و اینا در یک اختلاف سیاسی بسیار کلان استراتژیک در آمدن سر رولشان در منطقه. ترک ها فکر میکنن روس ها قرار است به امرایشان دشمنی بسیار قدیم 100 سال یک 500 سال شروع بکنن. از اون خاطر امریکایی ها هر باری که ترک ها را مطرح میکنن سوال بسیار عمده و اساسی و تمامی صحبت ها در ناتو و بروکسل همیش پیش زمینه هاست به خاطر جلسه روز چهارشنبه بین پوتین و آقای بایدن. یه جلسه بسیار زیاد سرنوشت افغانستان، سرنوشت صلح افغانستان، سرنوشت حتی پاکستان و منطقه بسیار زیاد معلوم میشه. ما فکر میکنم اگر امریکایی ها تصمیم بگیرن که روس ها دیگه سر معامله ندارن، برای دفعتن مجبور هستن یا چینی ها را رها بکنن، امرای چینی ها معامله بکنن تا امرای روس ها برای 10 سال آینده مثلا حساب خود صاف بکنن، و یا اگر امرای پوتین کنار آمدن یک معامله صورت میگیره که افغانستان جز از او است و افغانستان باید بمونه تا امریکایی ها بتونن به حساب تسویه حساب امرای چینی ها برسن. یک سناریوی دیگه هم محتمل است که شاید بسیار کم باشه احتمالش که امریکایی ها ناچار شوند بار دوی کشور در عین زمان روی بکنن، ولی تا حد امکان تمام می جلسه که در بروکسل جریان داره دلیلش این است که تا حد امکان ناتو و امریکا و تمام پیمان‌های غربیش نمی‌خواهند در عین زمان با دو قدرت بزرگ روبرو شوند به خاطر تقریبا جنگ جهانی سوم و به اصطلاح به وجود میاره و کوشش دارن تا حد امکان امرای یک طرف معامله بکنن. دلیلی که ما در بین بسیار زیاد در یک حالت آویزان و معلق موندیم، نمی‌فهمیم کجا بریم، هم طالبان نمی‌فهمه هم دولت، ای است که ما امریکایی ها هنوز تصمیم نگرفتن که امرای روس ها چی میکنن و امرای چینی ها چی میکنن. روزی که معلوم شود سرنوشت حضور امریکایی ها در افغانستان، سرنوشت صلح و سرنوشت قدرت که طالب ها در قدرت میانه، هنوز هم منعیسی یک نیرو میجنگن، تمام از اینا تا حدود بسیار زیاد روشن میشه. حالا این بحث ابهام حضور و خروج فکر میکنید که یک تاکتیک است از جانب ایالات متحده آمریکا با فشار وارد کردن یا با اونان یک استراتژی میخواین اعمال کنن؟ تمامش هم تاکتیک است، هم جزی یک استراتژی است و هم اساسا هدفش ایجاد فشار نرم است که از فشارم کرده بهتر میشه بگویم شیوه سیگنال دادن است. ما یک بار یک مثال دادم، شما اگه بخواین یک کتله کلان از مردم داخل
یک تعمیر یک دروازه بکنین ناچار هستین از هر طرف برین گاهی یک طرف سیگنال بدین گاهی دیگه طرف تا کینو همگی داخل یک عین وضعیت داره طالب ها یک کتله بزرگ از انسان ها هستن یک تعداد زیاد در بینشان افکار مختلف داره حتی در صدر رهبریشان عین شکل در داخل دولت هر از گاه امریکایی ها وقتی که میبینن که دولت بسیار زیاد سر میزنه از نشستن در صحبت و تشریک قدرت تا حدود سیگنال میدن که حمایت از طالب ها معلوم میشه و هر وقت میبینن طالب ها به جنگ پافشاری میکنن و میخواین تمام جای بزرگ بگیرن میگن معامله نمیکنیم به اون صورت سیگنال میدن که طالب ها تا حد وارخطا میشن که والا شاید ما کل چیز از دست بدیم و کمی از موقف خود پایان میاد این همی امو پروسه است که ما حداقل در 3-4 ماه گذشته پیوسته در جریان هستیم تا حالا آقای رحمانی تا به حال طالب ها از موقف خود عقب نرفتن و نگرانی خیلی جدی همی است که دامنه جنگ گسترده میشه در افغانستان و ممکن است وضعیت از کنترل یک مقدار بیرون شوه حالا بس حضور و خروج آمریکا یا موضع چندگانه و گنگ آمریکایی ها چقدر میتونه روی وضعیت سیاسی تاثیرگذار باشه آنچه که طالبا اگر بخواین تمایل نشان بدن به انعطاف او را خلل پذیر بکنه از شما خب من دو نکته میخوام تصحیح کنم از نظر من یکی امریکایی ها موقف گنگ ندارن منتها به زبان سیاست گپ میزنن کسی که سیاست میفهمن امریکا چی میکنن اونا در نهایت میخوان در افغانستان حضور کم هزینه داشته باشن و طالب ها و دولت در مجموع یک جای جمع شوند و بر علیه تهدیدهای باقی مانده بجنگن و امریکایی ها تا حد امکان حضورشان و نیروهایشان در افغانستان زیر تهدید نباشند. تهدیدهای باقی مانده یعنی چی؟ خب تهدیدهای باقی مانده تمام کسایی را که بعدتر روس ها و چینی ها میتونن حمایه بکنن و علیه امریکایی ها تحریک بکنن. حالا میتونن مجاهدین سابق باشه، میتونن فاطمیون باشه، ایران تشویق بکنه، میتونه هم داعش باشه. هنوز نمیفهمیم ولی اگر امریکایی ها ماندنی شدن ولو که طالب ها هم بیان در سیستم کسای دیگه حتما از یک جای پول میگیرن و شروع میکنن به ایجاد. نکته دوم من فکر میکنم طالب ها بسیار زیاد در جریان دو سال انعطاف زیاد نشان دادن، چندین باری کار کرد. آخرین برشان به طور مثال وقتی که ترامپ برشان گفت که اساسا دیگه کیتون گپ نمیزنیم از بیشتر از موقفشان پایان آمدن حتی گپ زدن همراه دولت مذاکره هم چیز پذیرفتن منتها طالب ها بسیار دقیق و بسیار زیرکانه پیش میرن میبینن که فقط پیوسته میبینن که چقدر امریکایی ها برشان یک مقدار جای میمونه که زیادتر بخواهند اگر احساس بکنن که است جنگ میکنن و میگن که ما تمام چیز میخوایم ولی به محض که حس بکنن که همه چیز از دست میتن آقای رحمانی آمریکایی ها وارد فاز یک جنگ نرم هم شدن و بیشتر یک مقدار ذهنیت سازی بر حضور گسترده داعش وقتی بایدن با پوتین صحبت میکنه در ارتباط به چگونگی نقش مشترک حکومت و طالبا در برابر داعش نقطه که در افغانستان پایان یافته حساب شده و او مانورا قبل نگرانی هنوز نیست از بود داعش فکر میکنین که قدرت خفته داعش یا قدرت بالقوه داعش در حال شکلگیری است یا از نظر روانی میخوان که گسترده تر شود جان امریکا ببینید از نظر ما اگر از عینک سیاسی طرف این صحبت سعی کنین حرفی که اینا میگن اصلا برای پوتین به اصطلاح انسنتیو یا یک شیرنی انداختن است و معنایش این است که اگر امرای ما کنار نبین داعش برای شما یک دردسر بزرگ میشه و ایرا آنچه ما میکنیم در افغانستان بهتر از برتان به خاطر که دو نفر این دو گروه یک جای میشه او را نمیگذاره که به قدرت بیه و یاد شما باشه که پوتین و روسیه پیوسته این حرف میزدن که ما مشکل فکر اصلی ما در افغانستان سر داعش است سر طالب نیست از امو خاطر این همین شیوه که اینا صحبت میکنن شیوه صحبتشان به اصطلاح گوش زد کردن برای آقای پوتین است که اگر شما در معامله کنار نمین با برآمدن ما احتمالا جنجال داعش به اوجش میره و شما با مو چیزی که مثلا ازش حراس داشتین رو به رو خواد شدین من فکر میکنم زیادتر زبان دیپلماسی و زبان چانه‌زنی زبان است که به یک شکل بخصوص صحبت میکنین شما نمیگین که اگر اینطور بکنی اینطور میکنم برعکس میگین که اگر شما اینطور بکنین ما اینطور بکنیم اینی کارا خوبتر میشه و اینی کارا نمیشه ولی انوز هم معنایش همون چیزیست که چی رو راست بگوین چی یکم وارونه بگوین بسیار زیاد تشکر جناب آقای رحمانی ممنونتان آقای علمی از لندن با ما هستن خوش آمدیم شما آقای علمی حالا نشست سران ناتو در بروکسل تا حد زیاد پیام تازه برای افغانستان نداشتم و ادامه کمک های مالی اما
ادامه کمک های مالی به تنهایی فکر میکنم که یک مقدار کافی نیست بر افغانستان و سقوط پی در پی ولسوالی ها یک نگرانی خیلی جدی را به وجود آورده. اگر این کمک های ادامه هم پیدا بکنه یک چالش امنیتی خیلی جدی وجود داره. فکر میکنین که آمریکا این خلا را بخواهد پر بکنه آنچه که آقای خلیل‌زاد روش انگوش گذاشت، حضور امنیتی یا حمایت امنیتی از نیروهای افغانستان؟ یا بسم الله الرحمن الرحیم. سلام بر شما و حاضرین بس. سوال مطرح کنیم که اول به نفس تشکیل ناتو اگر نظر گذارا انداخته شود، بعد از جنگ سرد دیده میشه که ناتو در یک نوع خلای مندید یا خلای وجودی شه حس میکنیم و این جنگ پایان جنگ سرد و یک نظم نوین جهانی که بعد از ریگان شکل گرفت یا تشار و کیسینجر و ریژینسکی و بوش اینی ها طراح ازی بودن یا تبدیل کنندگان ازی بودن و خصوصا بعد از ریاست جمهوری دونالد ترامپ چندین بار ناتو تحت تهدید قرار گرفت که گویا کمک‌ها یا سهم امریکا، سهم چند میلیارد دلاری امریکا بر ناتو ممکن است که سر سوال شود. یا این سهم قویدات یا تهدیدات باید. مثلا آیا ناتو جای ایالات متحده امریکا در افغانستان گرفته میتونه؟ یک سوال است که زیاد ما نباید از این خوشبینانه قضاوت کنیم. او پول هنگفتی که ایالات متحده امریکا داره و او کشورهای غیر از ناتو، کشورهای ناتو که غیر از امریکا او سرمایه گذاری کمال را که بتانند و جنگ در افغانستان انجام بتن یک نوع مشکل باشه برسند. از طرف دیگه اگر ما به یک تیوری دیگه که اگر بگیم تیوری یوزف گلوبس همون نظیر پرداز یا وزیر تبلیغات هتلر توجه کنیم، اونا به این معتقد بودن که همیشه کشورها برای جمع کردن مردم یا برای بسیج مردم یا برای سوقدن مردم باید دشمن تراشی کنند. بنابراین در جنبندی یک صورت میگیره ناتو به نحوه بغیر از امریکا به نحوه میخواهد که تهدیدها را در افغانستان برجسته یا بولد نشان بده. از یک طرف ناتو تهدیدها را گولد نشان نداده آقای علمی و نظم نوین هرچند بحث تکچند قطبی مطرح میشه در کنار آمریکا، قدرت های کلان مثل روس و چین و ژاپن و اتحادیه اروپا، اما به نوع آمریکا هنوز تاثیرگذار است و قدرت هژمونی خود را حفظ کرده در اینجا. هنوز هم بحث حضور امنیتی را آقای خلیلزاد در صحبت های امروز خود استدلال کرد. فکر میکنین که آمریکایی ها آنچه که آقای رحمانی گفت علاقمند حضور دوامدار و استراتژیک هستند در افغانستان؟ بحث هژمون امریکا را ما زیر سوال نبردیم، دقیقا اونا میخواهد، ولی شما در ریاست جمهوری دونالد ترامپ چندین بار تهدیدهای علیه ناتو صورت نمیده نایده دو. شما اگر کم برگردیم با تمام تهدیدها آقای میفرموش نکنیم که ناتو هنوز است و آمریکا هم جز او است. ناتو است ولی ناتوی خارج از امریکا یا ناتوی که با سنگرفتن کمتر امریکا در مسئله افغانستان یک ناتوی جداگانه باید باشه. خصوصا اروپایی ها که درست از تعدیدات داعش و تعدیدات مواد مخدر و مهاجرین رو بیشتر تاثیر روی اروپایی ها سد یا متحدین اروپایی ناتو نه امریکا و کانادا، اینا بیشتر از این مسئله آسیب پذیر هستند. ولی اون توانایی را که ایالات متحده امریکا یا تشویق و سنگینی جدی را که ایالات امریکا داشته باشه سایر کشورهای ناتو نمیتونن داشته باشن. هم مشکلات داخلی دارن، هم مشکلات بودجهی دارن، هم مشکلات پارلمان ها و کشورها و حکومات شاست. بنابراین در این من فکر میکنم که ناتو با این مسئله در دو یک نوع تضاد داخلی خود مواجه شده که با افغانستان چی کنه. از یک طرف تهدید خطر بالقوه وجود داره که او برای داعش است و برای مسئله مهاجرین است و مسئله حقوق بشر و حقوق زنان مسئله دیگه است که بعد از آمدن طالبا این مسائل برجسته میشه و دوباره همین مردم های پارلمان ها میخزن و پسان میکنن از کشورهای اروپایی که خب ما سرباز فرستادیم کشور داریم پول مالیت بزنگان مصرف کنیم بلاخره نتیجه چی شد. از یک طرف، از طرف دیگه
از طرف دیگه اینها آیا در و خارج از امریکا باید میتونن که کار پیش بر عمل مادی دیم که امروز شما شنیده که از خبر شما که میگمانده باشه که کشورهای ناتو میخواین از کشورهای عربی مثل قطر یا امارات متحده عربی که در قسمت ترنینگ آموزش سربازان آموزش افسران نواز هم دست به کار شد. این مسئله یک نوعی از واماندگی دستپاچگی شده است که خب ناتو خود نمیتونن یا کشورهای اروپایی نمیتونن که بال گزاف را بپردازن بالاخره از یک جایی دیگه کمک باید کنن. در چنین یک حالات و چیز اینجا آقای فیزیک چیز دکتر میخواییم بگویم که شما پیش یک شرکه که مسئله تکتیکیست یا استراتژیست، من فکر میکنم بیشتر از ایالات متحده امریکا مسئله سردرگمیش است. ما اگر برگردیم دوباره بر 2001 ببینیم که در قسمت حمله ایالات متحده امریکا و استراتژی حمله و استراتژی جنگ با تروریسم یک نوع سردرگمی بود. او وقت ما درک کرده بودیم وال وای نشون مقاله که شما شکل در امریکا در روز زمان یک سردرگمی وجود فکر میکنم این سردرگمی امیانات برای خروج امریکا از افغانستان، برای پایان دادن جنگ در افغانستان، برای ختم مداخله در افغانستان، هر عنوان شما میدین یک نوع سردرگمی در سیاست ایالات متحده امریکا مشاهده. بسیار زیاد تشکر. البته برخی از رویدادها از بود تاریخی یک مقدار شباهت های به طرف جنگ سرد هم است. شما از طرح بریژینسکی پیشتر صحبت کردین، اما حالا ادبیات امریکا برای قدرتمند شدن حضور داعش در افغانستان مطرح میکنه و در نشسته که قرار بایدن با پوتین داشته باشه روی نکته تمرکز کنه آقای رحمانی روش اشاره کرد. اجازه بدین که با آقای سجادی بریم. آقای عبدالقیوم سجادی عضو مجلس نماینده از کابل با ما وصل هستن. خوش آمدید بگم شما را آقای سجادی. پر شما ماموریت ناتو اختتام شده اعلام شد از جانب سرمنشی ناتو، اما آمریکا علاقمند حضور امنیتی هنوز هست. فکر میکنین که استراتژی آمریکا و استراتژی کمک مالی ناتو بتانه چالش های سیاسی امنیتی رو حل کنه یا نه؟ به نام خدا، با سلام خدمت شما، مهمانان بحث شما و بینندگان محترم. خب ببینید، در ارتباط با این سوال شما دو سه تا نکته به نظر من مهمه که ما باید به اونا توجه بکنیم. اول اینکه آنچه که آمریکا در افغانستان دنبال ما فکر میکنم که یک مشکل بخشی از موفی مطعی و جوانی آلا نترست کیش به دوان آقای سجادی، ما مشکل تکنیکی را حل میکنیم، صدایتان درست نمیه، برمیگردیم به شما. عین پرسش از آقای مارچ، آمریکایی ها علاقمند پایان ماجرا هستند یا استراتژی ناتو تنها در بود همکاری مالی خلاصه خواهد شد؟ من نظم تاسو ته تاسو تکنیکی همکاران ته قدرمنو و میلمنو ته و لیدونکو ته زړه له کومې سلامونه او احترامات وړاندې کوم. رابسو دغه یو مسله به داسې عمومي او پراخ او بحث پرې وکړو. دغه یوه لوبه چې دلته شروع سوې ده، له ډېر پخوا نه دغه ستراتیژي نقطې ته امریکا ضرر رسولی، مخکې له دې چې دلته راشي دا تقریبا ډېره اوږده پروسه وه. بیا شپږ شپېته کاله مخکې د پروګرام جوړ شوی دا سیتو و سینتو چې بالاخره په نولس سوه ناصر وختم کال پر ناتو باندې بدل اسوله، دا ټول متحد دي، متحده ګټې سره لري، دوی سره هر څه شریک شوي دي. د هر چا حتی د سیمې هېوادونو ګټې هم دلته تعریف شوي دي، مشخص شوي دي، ځکه دوی یو بل سره غرض نه کوي. کله چې بوش افغانستان ته راتل، له چین سره جدا وکتل، له پوتین سره جدا وکتل، له خاتمي سره په ترکمنستان کې وکتل، نو حتی ترکمنستان کې 5000 عسکر موجود وو، هلته دغه جنې اډه اخیستې وه، د مناس اډه یې په قرغیزستان کې جوړه کړې وه. یعنی مطلب دا چې دا ټوله پروګرام سوی کنټرول ده او لوبه تر اوسه دوی
مخه طبيعي خسر سوماتیک مخه طبيعي ل 2001 یو نتر اوس پر ډیر توپیرون راغلی دی په نړیوال سیاستونو کې او امدارنګ د تروریزم سره په وړاندې مبارزه مې او څاغه ماهیت چې مخکې درلود په 2001 کال کې هغه لاس ور کړی د امریکانو ستراتیژیک اشتباګانې ولته په سیمه کې اساساتونه رامنځته کړي او هغه لیوالتیا چې د امریکا حضور ته وایي هغه همکاري چې امریکانو سره کې دغه همکاري اوس نشته چین یو الټرناتیو قدرت او غواړي چې د امریکا ځای ونیسي روس د امریکا شدید رقیب ده همدارنګ هند او پاکستان په جنوب د آسیا کې هغه هیوادونه دي چې د امریکې او د روس او چین ترمنځ لوبیږي فکر کوي چې هغه شرایط شته چې اوس موږ په شکل مخکې لاړ شو کنه ګوره موږ باید عمومي وګورو تکتیکي مسایلو ته خامخا هر شی په تغییر او تکامل کې دا د اقتصاد قانون دی وایم زړې پدیدې نوې پدیدو ته خپل ځای سپاري تغییر او تکامل راځي یو هیواد تروس کوي یا مثلا یو بل تغییرات راوړي خو دا په نړیواله کچه موږ د ستر هیوادونو دا تکتیکونه سنجوي چې داسې یو حالت کې راځي بیا موږ په هغه حالت کې څه وکړو ګوره دغه د امریکا تک وتل له دې سیمې نه له دې سیمې نه صرف یوازې دوی خپل کور مصارف کموي عراق کې عین کار وکړه د جګړې د ختمېدو په نوم باندې مالم عراق تر اوسه پورې پاتې دی بر علاوه په سوریه لیبیا او یمن کې نورې جګړې شروع کړې رابه سو دغه اوسنی حالت ته څه دغه د ناتو غونډه دلته ولې کېږي دلته دوه برخې لري یو بهرنۍ ده یو د افغانستان ده هر یو کې څلور موضوعات باندې بحث کېږي حالات قرائن دسه خېټول الفاظ کاریږي اوله مسله بهرنۍ روسیا تللې ده په سوریه کې اتومي وسله جاپ جای کړې ده مدرنې الوتکې وړې دي ځکه امریکا هم ګواښ وکړ چې زه به نوې مدرنه وسله جوړم الوتکې به راوړم دا یوه مسله ترکیه جیګه سوره چې د ناتو سازمان غړیتوب لري اس څلور سوه توغندي له روسیې نه واخیستله چې هغه تقریبا افقي څلور درې سوه واټن وهي او په هوا کې دېرش کیلومتره نو دا دوی ته نګران کننده وه ترکیه خپل خواستې لري وایي چې د قبرس مسله موږ سره حل کړه په قبرس کې د کریسمن مسله هم ده اوس فرانسه او جرمني په دې تللي چې هلته نفتي دستګاه راوتلي دي بله مسله هغه تقاضا لري چې د اتحادي اروپا غړیتوب ماته راکړي ځکه هغه ډېر پنالتي مسله هغوی ورته کلکه نیولې ده او دی د اسلامي نظام د اصولو نه لرې نه شي تللی نو دغه مسله هم کوي نو بنام دغه مسایلو ته په کتو باندې یو اجنډا د دوی دا عمومي او خبره کوي د افغانستان پاکړه چې راسو اول غواړي چې دغه د ترکیې د رشتون په نوم د دې چې هوایي ډګر د نړیوال هوایي ډګر د کابل ترکیې ته ورکړي دا د دوی ضرورت ده ځکه سل یو نیم سل میلیارده مخدره توکې له افغانستانه اوسي دلته په هالنډو سلواکو چک دې منطقې ته راهلته مارکیټونه دي نو دا ویستلې خو له ایران او مرکزي آسیا او چین نه کېږي ځکه لار نه بیا را پاکستان نه وړي او بیا به له هوا راځي بله مسله دلته استخباراتي لوبه شروع کېږي دلته بیا بعضې وسلې جنرالان مشکوک کسان به راځي وځي او تګ راتګ به کوي نو خامخا ترکیه د دوی استراتیژیک ملګری او په ځمه کې د ناتو سازمان غړی ده نو بنام او اسلامي هیواد ده ډېره زیاته مننه ښاغلی مارج بیرته دوه مسلې نور ووایم دغه یو مسله د مصارف سنجول کېږي دلته یعنی بلند دا وګورم چې موږ ته کومه ګټه نه کوي دغه مدار شیان چې کوي دوی غواړي چې یو ترکیه راولي شمال سیمې د افغانستان دوی ته ورکړي هغه ژور عمیق ستراتیژیک نقطه د امریکا چې مرکزي هم دغه ټکی ښاغلی مارج موږ هم دغه ټکی ډېر مهم دی چې په دغه لوبو کې موږ کوم خواته ځو د موږ امنیت کومې خوازي او د موږ سرنوشت کومې خوازي ښاغلی سجادي ستونزه حل شوه آقای سجادي پیشتر هم گفتم به گونه خیلی نرم آقای رحمانی هم روش اشاره کرد تهدید سازی داعش و طرح ازی با پوتین از جانب بایدن یک مقدار نشان میده که استراتژی دوامدار امنیتی در افغانستان است تکرار خط برژنسکی کمربند سبز برژنسکی و مدیریت بحران طرف رقبا فکر میکنین که این سردرگمی هم در سناریوی امنیتی کلان در افغانستان حضور دارد از این شما یا نه خب من با سلام مجدد خدمت شما و شرکای بحث و بینندگان محترم من خدمت شما در ارتباط با این پرسش سه نکته رو میخواستم مطرح بکنم نکته اول این که چیزی که وقت مشترک که اعضای کشورهای روز ناتو است از جمله اتحادیه اروپا و ایالات متحده آمریکا بیشتر بحثای
ایدئولوژیکی و شعاری به نام دموکراسی سازی و حقوق بشر و حقوق زن و امثال اینا است. اما چیزی که برای ایالات متحده آمریکا در افغانستان و منطقه اهمیت داره بحث حفظ هژمونی جهانی آمریکا از یک طرف و جلوگیری از ظهور قدرت‌های ضد هژمون از جانب دیگر و کنترل قدرت‌های ضد آمریکایی از جانب سوم هست. من از آغاز با این دیدگاه موافق نبودم که ایالات متحده آمریکا افغانستان را ترک می‌کند. ایالات متحده آمریکا به لحاظ نظامی و حضور فیزیکی افغانستان را ترک می‌کند، اما به لحاظ سیاسی هیچگاه افغانستان را ترک نخواهد کرد. اونا همچنان حضور جدی سیاسی و امنیتی خود را در افغانستان و منطقه حفظ خواهد کرد برای مقابله و جلوگیری از ظهور قدرت‌های ضد هژمونی که امروز در چین و روسیه تبارز پیدا می‌کنند. در کنار اینها من فکر می‌کنم بحث گروه‌های تروریستی که می‌تونه ابزار شود در اختیار مخالفین یا رقبای ایالات متحده آمریکا جهت تهدید منافع امنیتی آمریکا در سراسر جهان از جمله در خاورمیانه بحث جدی دیگر است که آمریکایی‌ها را وادار می‌کنه که منطقه را ترک نکنه و در اینجا حضور داشته باشد. ما در واقع وارد فاز جدیدی از رقابت‌های منطقه‌ای و جهانی برای فاز جدید یک مقدار چالش برانگیز با آمریکا خواهد بود. آیا آمریکا بدون حضور نظامی ممکن است حضور سیاسی خود حفظ بکنه، یا به عبارت دیگر سقوط نظام و ورود گروپ های تازه بر اهرم سیاست افغانستان تا چی میزانه میتونه دست رقبای آمریکا را در معادله بعدی سیاست در افغانستان بلند کنه تا آمریکا؟ ببینید، فاز جدید بیشتر برمیگرده به تاکتیک ها و تکنیک های تازه که آمریکا در راستای برای تامین یا حفظ منافع ملی خود استفاده میکنه. استراتژی کلان ایالات آمریکا در منطقه تغییر نکرده متاسفانه. همچنان بحث مهار روسیه و چین و ایران در منطقه و همچنین داشتن نفوذ سیاسی خود را در منطقه و جلوگیری از تهدیدات امنیتی علیه منافع و امنیت ملی آمریکا، اینا بحثای جدی است که آمریکایی‌ها تعقیب میکنند. اما در فاز جدید دو نکته دیگه به نظر میرسه که اهمیت جدی داره که برای افغانستان هم میتونه عایز اهمیت باشه. یکی نکته که شما اشاره کردید که آیا این حضور و حفظ منافع آمریکا در افغانستان منطقه بدون حضور نظامی امکان پذیر است یا خیر؟ با توجه به تغییراتی که امروز در مباحث استراتژیک نظامی به وجود آمده و با عنایت به تکنولوژی های جدید نظامی که در واقع در چارچوب بحث گلوبالیزیشن و جهانی شدن ما باید رو تحلیل بکنیم، دیگر فاصله های جغرافیایی و اهمیت گذشته خود ندارد. حتی ژئوپلیتیک دیگر او جایگاه کلاسیک و سنتی خود را در محاسبات امنیتی کشورها ندارد. ایالات متحده آمریکا با در اختیار داشتن پایگاه‌های نظامی در کشورهای منطقه از جمله ازبکستان و دریای خلیج فارس و آبراهای آزاد بین‌المللی بسیار به راحتی می‌تواند هر نقطه‌ای را که هدف قرار بده علیهش اقدام بکند. یکی موضوع در افغانستان چنین اقدام صورت نمیگیره، باز هم باید در چارچوب سیاست ها و استراتیجی های کلان و تاکتیک های ایالات متحده آمریکا ما او را تجزیه و تحلیل بکنیم. ایالات متحده آمریکا در واقع اولین بحثش برای ورود به مذاکره و معامله با طالبان بر سر مسائل کلان افغانستان همین بحث استراتیجی کلان آمریکا در منطقه بود. نگرانی آمریکایی بود که طالبان به عنوان ابزار تهدید منافع غرب در اختیار چین و روسیه و ایران قرار بگیره، به این لحاظ رفت سمت معامله با طالبان و خواست اونا رو متقاعد بسازه که آنچه که شما میخواهید ما حاضر هستیم به شما در بعد نظامی و سیاسی امتیاز بدیم و حتی حضورم در منطقه نداشته باشیم، به شرط اینکه شما هم خودتان منافع ما رو تهدید نکنید، هم علیه گروه‌های تروریستی که منافع آمریکا رو تهدید میکنه شما به صورت نیابتی جنگ کنید و مقابله بکنید. من فکر میکنم که این تحلیل بسیار ساده‌انگارانه خواهد بود که آمریکایی‌ها تحت فشارهای نظامی جنگی نظامی را در افغانستان باخته و منطقه را رها میکنند. درست است که در جنگ نظامی در افغانستان دستاورد جدی نداشته، اما ترک کلی افغانستان با باور بنده زیاد با منطق
هژمونی که جهانی آمریکا ساختاری ندارد. بسیار تشکر آسیجو برمیگردم به شما. همایی که وضعیت افغانستان در مانورای توأم با حفظ منافع کشورهای کلان مثل ایالات متحده آمریکا به کدام مسیر میره و سرنوشت افغانستان از بود سیاسی و بود امنیتی چقدر همخوانی میکنه با وضعیت سوریه و عراق هنوز یک بحثی است که خیلی نگران از او است. یک وقفه کوتاه میریم. دوباره خوش آمدین. بحث با آقای علمی از لندن میخوایم دنبال بکنیم. آقای علمی، وضعیت افغانستان هنوز یک نقطه خیلی جدی، یک پرسش خیلی جدی پیش مردم افغانستان است که در لابلای سیاست های کلان جهانی که شما روی از اشاره کردین ما به کدام مسیر میریم؟ همسانسازی وضعیت امنیت سوریه، همسانسازی وضعیت امنیتی عراق، یا در وسط مانورها میتونه یک روی کرده ایجابی بر افغانستان هم باشه که به اساس یک توافق رقابتی که بین رقبا در سطح منطقه وجود داره ما به یک سکون برسیم. فکر میکنید که اون مسیر ما میگیریم یا یک مقدار چالش ها پیشوی ما است؟ چالش های فراوان پیشو داریم و از زمانی که ما میگیم ما، یعنی هدف ما شما باید کی باشه؟ چرا ما قابل تشخیص کامل از ما نداریم و یک تعریف کامل از ما نداریم؟ ما میبینیم که در خود ما مشکلی وجود داره که ماها یا در ارگ هستیم، در سپیدار هستیم، احزاب سیاسی هستیم، احزاب هستیم، نهادهای مدنی هستیم، نهادهای اجتماعی هستیم و بالاخره مخالفین حکومت یا مخالفین سیاسی حکومت هستیم. آقای علمی، منظور ما از ما همون کسایی است که خود افغان میگیره، همون کسایی که خود افغانستانی میگیره، همون کسایی است که در صف طالب است، همون کسایی است که در صف حکومت افغانستان است. هر باشنده این سرزمینی که در اینجا زندگی میکنه، اگر این تعریف ما باشه از ما، بالاخره مایی که هستیم مسیر مشخص را تعیین نمی کنیم، نه در عرق ما یه طور پتانسیل یا ظرفیت را می بینیم که از این جزیره های خرد کوچک اگر مایی کلانتر تشکیل بدن و نه در مخالفین و در احزاب سیاسی. متاسفانه چون این پتانسیل یا تون ظرفیت تا حالا به وجود نامده و اگر آمده فعلا همه مسائل تحت شعاعی مسائل بزرگ نظامی است. امروز با شما صحبت میکنیم، حرف به اینجاست که کدام ولسوالی سقوط میکنه، کدام ولایت سقوط میکنه، همه حرف ما روی مسائل نظامی بسطلا پیش میپیچه و در روی معاملات نظامی صورت میگیره. ما فرصتهای فراوان را از دست دادیم متاسفانه و تا آل ما کدام مسیر را، کدام طرح را که بتانه ما را از این شرایطی که در منطقه ما، در جهان و خصوصا حرفایی که زده میشه، کنفرانس هایی که صورت میگه، چی کنفرانس ناتو، چی کنفرانس قبلی و یا در استراتژی های جدید امریکا، اگر این استراتژی بگویم، تکتیک بگویم یا بلاخره سردرگمی، هر چی نامشه بگویم، اینها که بتانیم خود تعریف کنیم. متاسفانه چون تعریف ما ندیدیم و بعید هم میدانم که در آینده نزدیک، البته آینده یک هفته دو هفته، چون این چیز به ممیان میاریم. متاسفانه ما به اکثر عکس عملی رفتار میکنیم، واکنشی رفتار میکنیم و منتظر هستیم که چی میبرای و از اون ما چی کرده میتونیم. امروز شما ببینید که در افغانستان ما کشورهای همسایه، کشورهای منطقه، هر کدومش ده برابر نسبت به ما پریشانتر هستند، ولی ما با خیال آسوده میریم یک جایی دفعه سوم و چهارم افتتاح میکنیم و یا یک مجلس مشاوره رو در بحث بیشتر گفتیم دایر میکنیم. سه کشور بیشتر در مانور تازه میخواه حضور پیدا بکنن. ترکیه که اردوغان گفته ترکیه یگانه کشور است که بعد از خروج میتونه نقش خیلی جدی و سازنده در ثبات افغانستان داشته باشه، ایالات متحده آمریکا و روس. حالا بحث پان ترکیزم یک نقطه نگرانی میتونه بر چینایی ها باشه، سینگیانگ و نقطه هایی که میتونه از رهگذر آسیب پذیر باشه و این تا حدود هم پیش بینی میشه که سر سازش برای حضور ترکا وجود نداشته باشه. ضمن از اینکه موضوعات رقابتی را آقای رحمانی هم روش اشاره کرد و آقای مارج هم روش اشاره کرد. بس دیگه هم بس توافق و عدم توافق پوتین و بایدن است که اگر در دیدار پیشروی بین این دو همتا توافق صورت بگیره، این توافق چقدر میتونه نقش سازنده و بر ثبات افغانستان داشته باشه و اگر توافق صورت نگیره چی چالش میتونه خلق کنه؟
من فکر برعکس فکر میکنم اگر توافق صورت نگیره کار ما شاید آسان‌تر شود. تا یک توافق صورت نگیره من به این معتقد هستم، نمیدونم، خب کاش که کاش اشتباه کنم. خب زمانی که شوهر امریکایی ها میخواستن از منطقه برن، تحلیل ما شما همین ما این بود که از این حیات خلوتی که در منطقه ایجاد شده، البته بادم و به حرفای آقای سجادی کاملا باور دارم، یعنی معتقد هستم که خود امریکا منطقه، ترک منطقه از منظور ما از امریکا یعنی خودم از منطقه مبایه نخیر، اونا میتونه که از جزایر یک در برهند دارن منطقه را کنترول داشته باشد، اینجمون خود و تا یک شما گفتین داشته باشد. خب ولی از خروج افغانستان از زمان گونه یک حیات خلوت برای تمام کشور هاست. شما از سه کشور نام گفتین، ولی من بیشتر روی هند و پاکستان تاکید میکنم. جمهوری اسلامی ایران هم نقش نمیتونیم نادیده بگیریم. بنابراین یک نوع تقابل دوباره، اما چون که در زمان خروج شوروی از افغانستان یک فضای خالی به وجود آمد و کار افغانستان یا مسئله افغانستان از وزارت‌های خارجه محول شد به سازمان‌های استخباراتی، حالا من پیش‌بینی می‌کنم، ترسم دارم که از زمانی که چون صورت می‌گیره کشورهای منطقه از حیات خلوت می‌تونه استفاده کنند و هم طبعا یک شما هم اشاره کردید به مسئله پانتورکیزم، بلکه با چند مسئله دیگه هم هست که بگیریم. باید از چینایات فرس فراوان یا حراس فراوان دارن از مسئله سیکیان، روس ها از مسئله آسیای میانه و کشورهای ازبکستان، ترکمنستان و تاجیکستان، پاکستان از نفوذ هند، هند از نفوذ پاکستان، ایران در مجموع از به میان آمدن یا رشد یا تجهیز دوباره داعش در حراس است. بنابراین هر کشور منطقه و فرامنطقوی یک نوع خواسته ها و یک نوع خواهشات و یک نوع برنامه های دارند که باید در افغانستان رویش حساب کنند. مسئله که امروز اما پسش فکر میکنم که گویا زمانم بسرعت میگذرم، من فکر میکنم که کشورهای منطقه هر کدامش میخواه یک وقت زمان را کمایی کنه و زمان به نفع اکثر کشورها بجز از افغان ها، بجز افغان های مظلوم بیچاره که امروز تلفات میبینند، زمان به نحو هر که به نحو است تا بتانه این زمان بهتر مدیریت کنند. شما بهتر این مسئله مدیریت زمان بیشتر سواد هم میکنید و آگاهی بیشتر دارید، به مدیریت زمان یا زیقی زمان به نحو کشورهای منطقه و کشورهای فرامنطقه نیست. بنابراین این مسئله تا زمان مذاکرات پوتین و مذاکرات بایدن و بعد از اون برنامه هایی ده که سنجیده میشه حداقل تا یک کلی دو سال دیگه باید روش فکر شد تا در اون زمان بتانند از این فضای موجوده استفاده کنند. بسیار تشکر آقای علمی. خاقل مارچ، نړیوال منظمه ز ساختار او دغه د سیمې رقابتونه چې تاسو یاد کړئ، فکر کوئ چې د حل لاره ورته شته، امکان د توافق شته د افغانستان په محور کې؟ کنه مننه کور د سی عمومي بد حالت موږ تشریح کو، دنیا داخله د طرفه د سیمې ته دوی خپل ګټه کړي. ما وخت ویل چې مثلا د ترکیه سره راځي به څنګه راځي، دا اوس دغه د ناتو غونډې د مسایل چې ورته کېږي د بودیجه او ټول مسایل سنجول کېږي، د بهر د افغانستان محل د قومنده سنجول کېږي. دا ډاکټر صاحب خلیزاد د مرکزي آسیا ته دې ژو ته په سادګۍ نه ده تللی، دا به یا په مرکزي آسیا کې د دوی یا د مال د قومندې یا به پاکستان کې یا په هند کې په بهر حال باندې دا یو طرحه د مسئلې ده، فرضیه ده. ترکیه تروسه پورې نهایي شوې نه ده چې توافق دغه پر اتک کېږي که نه کېږي، اما ترکیه لیوالتیا لري چې راشي. اردوغان غواړي چې خپل مناسبات امریکایانو سره ښه کړي او افغانستان کې یو نقش ولوبوي. دا د ناتو سازمان غړي چې یو پرېکړه وکړي په ټول تفاهم باندې، بل دغه میثاق په بنیاد باندې هغه نه ردوي، ځکه دوی که چېرې توافق وکړي دا تفاهم وڅښي ترکیه هلته راشي، خامخا دلته راځي. ترکیې مؤثریت په دې کې ده چې دوی مرکزي آسیا ته تر وتور بهیرې پورې تر شرقي افریقا امرې اروپا پورې ځان رسوي، نو بنا په دغه سیمه کې څوک پراته دي، ځکه مال شمال سیمه. آیا طالبان به دا منی چې ګوري راځي کاغلی مارچ، آیا طالبان به دته غاړه ږدي؟ طالبان ګوري دا د بله خبره، طالب غاړه ږدي، دولت غاړه ږدي، دوی دا واک اختیار نه لري. طالبان که د واک اختیار درلودلی په خپل هغه کې وایي هغه استقامت او برنامه هر څه چې ده د افزار په توګه د پاکستان په لاس کې وي، دا
دولت افغانستان تم ګوره بودیجه څوک ورکه کاغلی مارک طالبان طالبان که تاسو اغوی قدرتمند حسابوی که ضعیف وار نوم چې ورکوی د امریکا د معاملې او طرف ده هغه سره تړون د خروج لري امریکایان اړ کړه چې افغانستان نه ووزي یو انکار ناپذیره نظامی قدرت ده اوس فعلا او امریکایان د هغو د ټینګار پر اساس وزي نو څنګه کوی شي چې هغه تاسو له معادلې نه لرې کوي نه دا خو سیاست په سیاست کې شکلیات باندې ویل کېږي امریکا خپل مصارف کمول دپاره ځي اما په سیمه کې هغه ګورئ بد څوک رایي که دا لوبه نه وي یا دا کنټرول جګړه نه وي نو څنګه 5 هېوادونه له دې چې وځي تا ناکامېږي په طالبانو سره تفاهم کوي باندې ترکیه به په تنهایي باندې راتلی سل تا څه کولی شي دا خو مثلا ګوره دغه اوس دغه ولسوالۍ سقوط کوي دغه فشار په خلکو راغلی جګړه زیاته شوې دا ټوله بستره دې ته ورول دي چې دغه جنوب سیمې ټول کنټرول پاکستان ته ورکول کېږي د شمال ترکیې ته ورکول کېږي له ترکیې نه کرا کرا ځي د مرکزي آسیا سیمو ته دغه سیمې نارامول دي او په همدغه ترکیه باندې کولی شي چې چین او روسیا او دا خلک کمې او څه تر هواده پورې مار کړي موږ ګټه نه کوو زموږ لپاره لوی لابراتوار قوي کېږي نور هم جوړېږي ګوره په دغه مسایلو کې د افغانستان حضور نه وي د افغانستان اجنډا هلته نه وي موږ کوم مؤثریت ونه لرو دا موږ ته ګټه نه کوي دا په دې حساب باندې چې موږ ته ترحم وکړي او بیا موږ ته وسلې راکړي او موږ کلي بمبار کړي که طالب بمباروي که افغان اردو بمباروي دا موږ په سره ده موږ ته فایده څه ده موږ ته موثر او متناسب مرسته کوي احتیاط کوي منبع چې چېرته دي هغه منبوع ته د دوی ورسي هغه منبع دې له منځه ویسي ښاغلی مارج مخکې ښاغلی علمي په دې ټینګار وکړه چې موږ یعنی څوک مونګه څو خطه یو مونګه طالبان مونګه حکومت مونګه جهادي رهبران مونګه استخباراتي کړي په افغانستان کې او څه د دو نیابتي جګړې او استخباراتي ارتباطات دغه د مونګه واژې تر اغیز لاندې راوړي او مونګه مستقله متغیره په نړیواله او سیمه ایز سیاستونو کې نه یو بناندې نورو د هیوادو د سیاستو په موج کې حرکت کوو فکر کوي چې دغه موج د توافق لاره هم شته په آخر د خط کې که نه ونه دا خو بهرنیان همدغه سی او لوبه جوړه کړې چې موږ همدغسې په ډلو تپلو باندې ویشلي مختلف کړي یو مګر په عمومیاتو کې نه تنها موږ افغانان ټول دنیا خلک چې کله یو بحران یو تاوان یو ضرر متوجه کېږي بیا د خپلو ګټو دپاره خامخا دغه ګډ وډې جزیرې سره یو ځای کېږي له دننه لوی بحران چېرته ده هره ورځ درې څلور سوه نفر وژل کېږي ښاغلی مارج بحران نو څه رقم دا د لوبه ده دا لوبه کې ما وویلې په لوبه کې تلفه سنجول کېږي مصارف سنجول کېږي زمان سنجول کېږي دا ټول ته دوی ګوري دغه ولسوالۍ سقوط کوي دا په لوی لاس سقوط کوي تجهیزات وسایل طالب ته ورکول کېږي بېرته بیا طالب دغه سیمې ویسل کېږي دنیا میډیا مصروف ساتل کېږي په دوه جهاته باندې یو خپل ځان ته فرصت لټوي په بل لحاظ باندې بستره ورول کېږي شرایط عیني او ذهني مسایل دیږي هغه پروګرام چې دوی راوړي آیا افغانان ترکان مني ته راسي خو 200 نفر نه غل جوړ کا یو مجهز غل جوړ کا مجهز کمانډر کینوا میدان وای د کابل ټول امنیت نیسی هغه د زار شاپ وخت چا امنیت نیو داوود په وخت د کومرستان او وخت د مجاهد نور په وخت چا نه و د امنیت چې و ساتمن به ضرورت کې نو دغه شرایط برابرې چې ملت دې ته ماده سی و چې هڅو کازي بار دا وچ کې منګه ماده چې مثلا لجن هغه مارا چې اروپאי تادیه ژمنده چې خپل مالیکو مکونو ته ادامه ورکیاو د سیاسي او ډیپلوماټیک د اړیکو لپاره غوی یو امن هوایی ډګر غواړي او ټینګار هم دا ده چې چون ترکیه اسلامي هیواد ممکن طالبان هم هغه قبول کړي یا غاړه کېږدي د هغو حضور ته او دغه ستونزه حل شي فکر کوئ چې که ترکیه رد شي او یو څه ستونزې د امنیت له کبله په کابل کې چې پایتخت دی او هوایی ډګر کې رامنځته شي څومره به دغه سیاسي اړیکو باندې اغیزه وکړي مخصوصا په مالي کومکو باندې مالی کومکونه تر هغه حده پورې چې دوی خپله سنجول نن هم د ناتو غونډه څه ده په همدې مسله باندې ده چې هم د ترکیې مالي مسایل وسنجوي هم د افغان د پوځو دغه څه ورکوي دا په کوم جهاد کوم هیواد څومره سم ورکوي ځکه یو هیواد نه شي ورکولی هغوی دغه ستراتیژي نقطه نه پرېږدي ما ویل دوی نور اهداف لري ژور اهداف څه دا مسایل چې دي دا مالي کومکونه دا ورکوي طالب هم نه شي ویلی چې ترکیه به دلته نه شي ګوره طالب اوس اعلان وکړ وای خارج چوکار د ناتو نه که ترکیه موږ سره تفاهم کوي موږ یې منو بس یو لاره جوړه کړه فتوا یې ځان ته برابره کړه لکه مثلا پاکستان چې خپل ځان جوړوي موږ ته فایده که واقعا دوی موږ سره مرسته کوي دغه منابع چې دي دغه د فتوا ماتیې چې دي
دغه منتس دهشت او وحشت راځي دغه بل منتس مهار کې دغه بل منځي بيسي کدا پاکستان د ایران د کډیننه په کور دننه کړی دي دننه په کور کړی دي وی سره مستقیمه همکاري کوي دوی سره لاس لري دوی ګټ هم په جنگ کې ده که جنگ نه دوی په دې پیسه موږ سره حساب کتاب کوي دوی سره دغه منبع او دغه مسائل تنا په ملت باندې تر هم نه کېدای شي کنه دوی ټول لاس یو د ټول په دې باندې پیږي چې څه که سره وانه نه منتها په بحرانو کې مکثر هوادونه کوم وغزان سره زګټه پورته کوي متاسفانه په ډېره خواشنۍ سره چې د موږ د افغانستان دولت ته که طالبان دي دا ټول چارواکي دغه کفایت او درایت نه لري چې په دغه بحران نه دوی ګټه پورته کړي ګوره که دا ترکیه راځي ترکیه دا نیم ناسته اجنده همدغه ده چې وایي چې ما ته څومره مصارف راکوئ یعنی په خپلې ګټې وخت سنجوئ دلته پاکستان هم همدغه لیسلې کوي منډې کوي او خپل جایګاه پیدا کړې ده تر سعودي پورې لاړه ملایانو ته لاړه کېناستل یو روایت او مشرت فتوا پیدا کوي تر هغې دغه اډې ځان ته ویسي نور هیوادونه همدغسې معابلې کې کومک ځان ته ګټې اخلي افغانان دې متاسفانه چې هم قرباني ورکوو موږ هم ته هم د دغه لوبې لویې لوبې په مصارف هم موږ ورکوو تاوان هم موږ ورکوو تکه او پارچم یو او نور هم نه کېږو او دا لوبه که نه وي شروع کېږي څلته ترکیه راځي او بیا دا پروګرامونه نورو هیوادو ته ځي او دلته به د دنیا د سعودي او د ایران جګړه به دلته مخې ته وړل کېږي د چین او د امریکا به دلته وي د روسیې او د امریکا به دلته وي ډیره زیاته مننه ډیره زیاته مننه ښاغلی مارج ډیر کم وخت پاتې چې راکوي چې دغه بحث له ښاغلي سجادي سره ونغاړو در جنبندی آیا نقطه آشتی پذیری در رقابت های جهانی و منطقه‌ای بر محور افغانستان وجود دارد از دید شما یا ای راه یک مقدار راه پرخم و پیچ است بر افغانستان؟ دوستت نکته را من میتونم در این بحث در جنبندی خدمت شما مطرح بکنم نکته اولی که متاسفانه با توجه به شرایط افغانستان و تجربیات تاریخی کشور فاکتورهای بیرونی به خصوص رقابت قدرت‌های بزرگ متغیر فوق العاده مؤثر در تحولات سیاسی افغانستان است بنابراین آینده رقابت‌ها یا همکاری‌های آمریکا روسیه و چین نقش فوق العاده جدی در مسیر تحولات آینده افغانستان خواهد داشت دو آیا انحصار بر محور افغانستان به همگرایی و همکاری خواهد رسید یا نرسید پاسخ من است متأسفانه افغانستان زیر مجموعه ای از منافع کلان است که کشورها در سطح منطقه و جهان دنبال میکنند در آخرین موضوعگیری هایی که غربی ها و به خصوص جو بایدن علیه چینی ها اتخاذ کردن و همچنین روسیه بحث رقابت بین دنیای دموکراسی و دنیای غیر دموکرات بیشتر برجسته میشه و اینا تلاش دارند که به هر حال حکومت های مانند چین و روسیه را به عنوان حکومت های غیر مردمی در معرض تحت فشار افکار عمومی دنیا قرار بده نکته سوم در مورد بحث افغانستان هر دو جانب یا تمام جوانب قضیه تلاش میکنند که برای گرفتن امتیاز از رقبای خود عمل بکنه البته برای ایالات متحده آمریکا همونطوری که من اشاره کردم افغانستان به عنوان بخشی از ثبات هژمونی که منطقه و جهان مطرح است و برای کشورهای مانند روسیه و چین افغانستان میتونه عرصه‌ای باشه برای بی‌ثبات نمودن نظام هژمونی که میتونه برای ایالات متحده آمریکا دردسرساز باشه اما در بین همه این بازی‌ها من فکر میکنم که حلقه مفقوده اساسی نبود یک آدرس واحد به نام مردم افغانستان در بین سیاستمداران افغانستان است که این مسئله باعث شد که ما نتانیم از رقابت های قدرت های بزرگ به نفع افغانستان و ثبات سیاسی در کشور خود استفاده بکنیم اونا به هر اندازه که رقابت کلانشان در دنیا و منطقه ادامه پیدا بکنه مجال برای بهره برداری سیاست مداران ما در صورتی که هوش و ذکاوت سیاسی وجود داشته باشد موجود است اما متاسفانه ما این فرصت ها را از دست دادیم بسیار تشکر جناب آقای ساجدی عزیز حضور یافتین ممنونتان از آقای معارج از آقای علمی و از آقای رحمانی شما بینید عزیز که دیدن بس بردون بال کردین تا بعد خواهی دارم